ریک سکات والی فلوریدا و تعداد از مقامات دیگر این ایالت در مراسم دعاخوانی آن قربانیان جمع شده اند که هفته گذشته در نتیجه گلوله‌باری در یک مکتب زندگی خود را از دست دادند. همزمان با این مراسم، ایالت فلوریدا میزبان یک نمایشگاه بزرگ صلاح نیز بود. انتظار می رفت که در این نمایشگاه 5000 تماشاچی حضور یابند. تماشاچیان همچنان می توانستند که انواع مختلف صلاح را خریداری کنند. در این چنین نمایشگاه ها فروشندگان ضرورت ندارند تا سوابق خریداران صلاح را بررسی کنند. در این حال، سناتور چک شومر، رهبر دموکراتان در مجلس سنای کانگرس می گوید که بودجه سال 2019 رئیس جمهور ترامپ خریداری صلاح را آسان تر می سازد. رئیس جمهور در بودجه پیشنهادی خود روند بررسی سوابق مجرمین و مریضان روانی را که نباید صلاح داشته باشند از بین برده است. رئیس جمهور ترامپ اداره تحقیقات فدرال یا FBI را در ناکام ماندن از جلوگیری گلوله‌باری فلوریدا ملامت کرده است. در این حال، مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا گفته است که حکومت مسئولیت مکاتب را اولویت می دهد. اما کاسه صبر نجات یافتگان گلوله‌باری مکتب فلوریدا و دیگر شاگردان در سراسر امریکا به خاطر عملکرد ضعیف رهبران سیاسی لبریز شده است. شرم باد بر سیاسیونی که از انجمن صلاحداران پول می گیرند. این متعلم می گوید که دونالد ترامپ 30 میلیون دلار را از طرفداران قوی صلاح به دست آورده و قاعده را که جلو خریداری صلاح توسط هزاران تن از مریضان روانی را می گرفت از بین برده است. اگر پول داده شده به ترامپ را تنها بر هر قربانی امسال تقسیم کنیم، 5800 دلار فی نفر می رسد. آقای ترامپ، آیا این مردم نزد شما به همین اندازه ارزش دارد؟ حرکت های بمانند می نیکست و نیور اگین در سراسر ایالات متحده در حال ظهور می باشند. هدف از این حرکت ها ایستادگی در برابر کشتار شاگردان مکاتب می باشد. فعالین این روند اعتراضات گسترده را نیز در پلان دارند و گفته می شود که حتی این فعالین تا زمانی که خواست شاگردان مبنی بر داشتن قوانین معقول صلاح برآورده نشود از رفتن به مکاتب نیز خودداری خواهند کرد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.